خب رفقا دوباره اومدم پیش خانواده ای که با مشکل اجنه روبرو هستن و مشکل دارن، در خونه شون دارم وارد میشم. اینه این همه چیز برگشت طوری شد که تا همین الان که پیش شما نشستم 25 سال این زن داره خرج ما رو میده. گفته بودن به این خانم که یعنی این معتاده، نمیدونم این خانم بازه، نمیدونم این عرق خور و پر، یک چیزای وحشتناک. آقای فامیلشان نیازی نیست، خیلی و انگار یه چیزی توی شکمش داره زندگی میکنه. حسادت خانم، حسادت. خب حسادت رو هممون داریم، یه غریزه است. نمیخوام گوش بدم. یهو قاطی میکنه، بدنش به شدت صفر میشه و کلن صداش عوض میشه. بعد با هم دیگه دعواتون زیاد میشه. خیلی بعد زیاد دارم خود خفش کنم. بیا بیرون آمدن. خب رفقا دوباره اومدم پیش خانواده ای که با مشکل اجنه روبرو هستن و مشکل دارن، در خونه شون دارم وارد میشم. اینه این کارمندا هر روز و هر شب یه جا هستم. بریم تو، بسم الله ببینیم چی میشه. 4 یه پدر با یه دختر و مادر خانواده که بیشتر مشکلات و پدر و دختر خانواده داره. ببینم چه اتفاقی میفته. آسانسور هم نداره. سلام داداش، خوبی؟ خیلی خوشی. امروز فردا چن عزیزه. سلامتی. خوشم. برو تو داداش، برو تو فردا چن. ببخش. یالله. سلام. خوب هستی؟ حالتون خوبه؟ سلامتی. نه تنها هم عزیز، تنها هم. آره بعد شما شمیر سیان برمونت بشم عزیزی. آه من چه با سرکرامون گذاشته دور جا دورتر بود. نه من هیچی نمیخورم. من آره خونه هایی که میرم چیزی نمیخورم. آره عزیزی خواهش میکنم. سلام به عزیزای من، سلام به رفقای گلم. امشبم اومدیم خدمت یه خانواده خیلی محترم و عزیز که توی خونهشون اتفاقات عجیب غریبی افتاده. قبلش چک کردیم خونه رو، یه صحبتایی با هم کردیم. الان خدمت پدر عزیز خانواده و مادر عزیز خانواده و دخترشون هم پشت دوربین نشستن. اگه بخوان حرفی بزنن صداشون میاد 100%. باهاشون صحبت میکنیم که ببینیم داستان اصلا از کجا شروع شده و میریم سراغ پاکسازی کامل. و رفقا من پیش خانواده‌ای که میرم بعدش همه رو زیر نظر دارم، یعنی زیر پوشش دارم، برای درمانشون معرفیشون میکنم به اساتید درست حسابی، میسپرمشون به اونا، با اونا ارتباط میگیرم و یه دکتر روانشناس دارم با اونا هم در ارتباطن، یعنی اگه نیاز داشته باشم با روانشناس هم در ارتباطم. همشم کاملا بدون هزینه و رایگانه، یعنی هر مشکلی داشته باشن تا هر جایی من همراهیشون میکنم. اینجوری نیست که یه مصاحبه بگیرم و بره تموش بیخیال شن. آقا امیر خیلی مخلصم، برای من تعریف میکنی که داستان از کجا شروع شده و چرا خواستی من بیام اینجا؟ که والا بیاجون جریان از زمانی شروع میشه که من سرباز بودم. بعد خانمم که فامیلمون حساب میشه، ما یک فامیل چند تایی داریم، یعنی ایشون علاوه بر این که دخترمون مادر من، خاله بندم زنداییه ایشون میشه. بعد از جریان اینجا شروع شد که ما با ایشون رفتیم مشهد. مادرم خیلی خوشحال، خیلی خوب ما رو برد تو حرم، عقدمون کرد، مراسم کوچیکی گرفت تا ما عروسی عقد برسون. ولی متاسفانه بعدش
همه چیز عوض شد. چون ایشون اون خاله که من میگم ایشون یک دختری داشت، میخواست خیلی دوست داشت که من با ایشون ازدواج کنم، در صورتی که ایشون من تو خدمت بودم با یکی دیگه ازدواج کرده بود. ولی خاله میخواست شما با من ازدواج کنم. بعد از اینکه ایشون زنمش شده بود ناراحت بود و می اومد خیلی وقتا، حتی مادرم تو بستر بیماری هم بود، می اومد بدگویی میکرد. مثلا من یادم اومده بود دستای عروسش رو نشون میداد، میگفت یعنی عروس گرفتن، یعنی در صورتی که مادرم تو سرطان تو تخت رخت خواب خوابیده بود. خدا بیامرزه. آره ولی زیاد میگفت این که میداد حرفش. آره نابر بود. آره آره این گذشت تا مادرم قبل از اینکه مادرم پرت کنه ما میگفتن ایشون رو طلاق بده، ما میگفتم نه نمی کنم چون دختر مردم رو عقد دادم نمیتونم این کنم، وجدانم قبول نمی کنه. بعد ایشون خاله من اومدم 4 سال رابطم با مادر و پدرم قطع شد. میخوام دقت کنید به این قضیه، به چشمای امیر خوب نگاه کنید، از اول ویدیو نگاه کنید که چشماش چجوری دو دو میزنه و هی چپ رو نگاه میکنه هی راست رو نگاه میکنه. تون صداشو کامل دقت کنید، یه صدای دورگه ای داره که حالا جلوتر میفهمید برای چی میگم که به اینا دقت کنید. این صدا صدای خودش نیست و دخترش قبل از اینکه شروع کنیم فیلمو بگیریم به من گفته بود که صدای پدرم کلن عوض شده و یه جور دیگه شد و شبها موقعی که خوابه یه صدای عجیب غریبی از توی گلوش بیرون میاد که ماها رو خیلی میترسونه. به شکمش هم دقت کنید، هی انقباض هی انبساط، انگار یه چیزی توی این شکم داره زندگی میکنه و خانواده هم از درد معده امیراقا همیشه رنج میبرن و همیشه میگه معده‌ام درد میکنه و با هیچی خوب نمیشه. به خاطر همین داستان. به خاطر همین داستان تا هر کیم میامد میگفتم هر موقع که من خودم احساس کنم برمیگردم میام اونجا. بعد این گذشت تا همین خالم اومد و ما تو خونه دختر خالم رفتم ایشون رو دیدم و اون موقع ما تو یک مغازه کار میکردم تو تشریش که دست و بالم هم خیلی باز بود. ایشون اومد و به ما توی خونه پذیرایی کردم بماند. دقیقا زمانی که من خداحافظی داشتم میکردم بیام برم یک لیوان آب پرتقال رو آورد و به ما گفت خانه جان این رو من واسه شما فقط گرفتم، مخصوص شماست. به هیچکی نداد، فقط شما. فقط ما. همونجا من احساس کردم، چون من اگر الان بگم شاید خیلی رو باور نکنم، من تصویری خیلی تصویرها رو از بچگی چطوری بهتون میگم حالت سیاه و خاکستری میبینم. میبینم حتی خانمم شاهده، کسی که اینا پشت سرش قسم میخوردن 400-500 نفر ما میگفتم این نقاب زده اینا. حتی همین خانمم هم میگفت تو چرا به نسبت به مردم بدبینی؟ بعد فهمیدیم یارو کلاهبردار در اومد. کار نرم اینا همه گذشت و ما اومدیم و دیگه همینطوری اینطوری بهتون بگم خلاصه 25 سال آب پرتقاله رو خوردی؟ آره خوردم و چند روز بعدش صاحب کارم گفت به سلامت، در صورت که خیلی به من اطمینان داشت گفت به سلامت. از اونجا اومدم رفتم توی هتل استقلال بودم. بعد اونجا رفتم و حالا یک مدت گذشت شدم رئیس تشریفات هتل و احساس مریضی نمیکردی تو بدنتون بعد اینکه اونو خوردید؟ چرا دیگه، اصلا دیگه از اون به بعد همه چیز برگشت طوری شد که تا همین الان که پیش شما نشستم 25 سال این زن داره خرج ما رو میده. این نه یکی من بخوام تنبلی کنم یا بگم که نمیدونم، نه خدا شاهد من نه صبح میتونم از جام برم، با این شبا تا صبح بیدارم، دمدمای صبح مثلا ساعت 6 و 7 که مثلا خوابم میگیره وقتی پا میشم دیگه هیچ نایی نرم، یعنی نمیدونم بعضی وقتا همینجا نشستم همینطوری اینا میگم چی کار میکنی اینقدر گرگر عرق میریزی کاری انجام نمیدی؟ یا مثلا من میرم تا بیرون برمیام اصلا بدنم خیس آبه خیس و هیچ گونه چیزی انجام نمیتونستم بدم. دنبال کار یعنی راست خیلی خیلی یعنی شما جور نمیشه جور ما دست به هر کاری میزنم اون کار کمپیکون میشه، اصلا اون کار کلا کمپیکون میشه. اولش اینا هم مسخره میکنم و ماهی میشه همین خانم و همین دخترم سر یک ماشین شده ما صبح به صبح این ماشین رو به محضی که روشن میکردم میبردم از در حیات بیرون ماشین یک جاش خراب میشد، کلاپه شده بودم بس گرفته بودم تعمیر دادم کلاپه شده بودم. بعد اینا دیده بودن دیگه فهمیده بودن میگفتم مثلا دست به هر کاری میرم میزنم اون کار کمپ یکون میشه این اتفاقا میبود.
این جریان من اصلا به این چیزا اعتقاد نداشتم حقیقتش. جریان مقاربی رو خیلی دوست داشتم ولی علاقه چیز نداشتم که اعتقاد شد. یه روز تو میدون آزادی نشسته بودم، باورتون نمیشه یک درویشی سفید بالا، چون درویشای این لباس سفید، اصلا چهره وحشتناک نورانی و خوشگل. من نشسته بودم، این بنده خدا اومد نشست بغل ما، گفت جوان چرا اینقدر با غم سیگار میکشی؟ بعد نگاش کردم و گفتم بالاخره روزگاری، گفت جوان بستنه، بدم بستنه، گفتم یک شکلات هم در آورد داد بود، گفتم درویش من اصلا به این چیزا اعتقاد ندارم، بستن و تلسم اینا، گفت ولی تلسم سنگینی واسات زدم. یه خانومی هم از دور داشت میومد، اومد نزدیک این شکر را گرفت، شو که خدا شاهده شاید بهت بگم این بنده خدا بلند شد، فکر میکنم زیر 5 ثانیه حالا یا 3-4 ثانیه یه نبید به خودم کنم گفتم خب بابا حد اقل دو تا ثانی ازش میکردی، شاید حرفش راست باشه به این راست نشستی. به محضی که بلند شدم تمام میدون آزادی رو مجید، یعنی شما حساب کن یک درویش سن بالا چند ثانیه چقدر میتونه طی کنه رو، اصلا غیب شد این بشر، غیب شد. ما تمام آزادی رو دورش رو رفتم، این لباس سفید بود مشن، اصلا غیب شد این بنده خدا. اونجا از همون موقع یکم ایمان آوردم که شاید این اتفاق افتاده. خب اون آب پرتقاله یادم اومد، اون جریان ها یادم اومد. پیش دعا نویس نرفتیم؟ چرا؟ قبل رفته بودیم یکی دو بار با خانم هم رفتیم، چون اعتقاد نداشتیم، میگفتن نمیدونم تلس بزنیم، یکی اومد قابلمه بذاشت از توش، چون من اعتقاد نداشتم به این گفتم ولش کن بابا اینو اعتقاد خیلی آره. میخواد یارو یک تلس بزنه اینقدر بگیره، اصلا من اینا رو قبول ندارم. این همیشه هم اینو دعوا میکنم، گفتن اصلا این چیزا رو این داستان گرفتن پول باعث میشه که اون اعتقاد از بین بره، چون هر کاری طرف میکنه احساس میکنه برای پوله. من به خاطر همینم هم از هر جا میرم هیچ چیزی نمیگم. آره بعد رقمای بالایی هم میگم. بله 15 سال پیش یارو 1 میلیون پول میخواست واسه الان بالای 15 صفحه واسه مثلا روی برنز یا طلا برنز بله بزنن. تو اگه مسئله اینا باشه خداوند خودش حل میکنه این مسئله. ولی گرفتاری ما از اینجا شروع شد و ما معتقد و مطمئنم که این اتفاق اونجا افتاده شد. و نفر دومم راست خوارمه. خوارم از بچگیش، این زمانی که من رفتم مشهد 4 سالش بود. 4 سالش بود یا کمتر بود؟ 3 سالش بود. این بچه انگار اصلا مادر حضرت به ما دشمنی داشت. بعد از اینکه مادرم فوت کرد اینا میشستن پای سر ما بدی میگفتن، که خودش بارها اقرار کرده داداش به ما میگفتن اینطوری نرپره، که من دیگه یک اتفاقی افتاد نذاشتم بیادش. توی خونه رفت آمد میکرد به نظر آره. چیزی نمی آورد. چرا؟ بخواد به دخترم به این خونه آخه شما نه دخترم بلندتر بگید شما خلق و خوم عوض شده بود، عصبی شده بودم طوری که واقعا به پدر مادرم بی احترامی میکردم. بعد من طرامم اصلا هیچ طرقی نمیتونستم بگید. از موقع که خواهر ایشون میومد شروع شد درسته؟ بله. امکانش از توی خونه گذاشته باشه؟ حالا ارتباط میگیریم بتونی پیداش میکنیم. ایشون ببینه این دختر اما خیلی دست اونر بوده، اولا از بغل کنک آرایی کلاس کرد تکمیل، ایشون 3 سال تو اتاق خودش رو حبس کرده، چینی رو فول صحبت میکنه بسط زمانه الان به خاطر آرایی بود که داشتم یاد میکرد کلا هنرمنده، چهار تا زبان بلده، هنرمنده ولی هیچ یعنی واقعا ببین این بات ببندن شما هر کاری کنید ساختمون سازم باشی همت صفر میشه. در حال حاضر تنور تلاس تنور تلاس من بهتون گفتم، گفتم من طراح هستم ولی هیچ درآمدی ندارم، یعنی تمام هم مدل سازی میکنم هم طراحی ولی درآمد یعنی گریم گرفتم کار آرایشگری ناخون بعد همه رو نه درآمد خیلی ناچیزی پیدا میکنید که بی برکت هستن نمیفهمید چجوری یا جلوشو میبنده کلا نمیتونید به درآمد برسید هر کاری میکنید. من خودم هم 30 ساله کلا من آشپزم، اون موقعی که من پدرم چون آشپز خیز بودن درباری بودن، من کلا بچگی عاشق آشپزی هم، یعنی بچگی به من گفتن پنجه طلا رفتی دنبال
کاری که از آشپزی در اومد در بیاری؟ رفتم کارم بزنه مثلا انسانای معروفی که حالا جلو دوربین نمیشه اسپورت یعنی هنرپیشه ها آدمای سلبریتی غذای مادر منو خوردن دست تعریف کردن هنرپیشه ها غذا با اینا کار میکرد حالا چون نمیخواد اسم ببره حالا شما به من بگید شما که فکر میکردید مادر ایشون براتون تلسده چرا این فکر رو میکرد؟ من به دلیل اینکه ما که من از اختلاف فرهنگی داشتیم مثلا شما کنید 35 سال پیش من میشه همه چادری به اینجا جوری چون بودم ایشون هم که فکر میکردم و دختر دایی من که دختر خاله ایشون باشه راجع به من بد گفته بودم مثلا با من دشمن بود خدا بیامرز خودش خواست حسادت من معذرت میخوام اون برنامه که بهتون گفتم من رفتم اونجا راجع به ایشون بدگویی کردن که من اومدم تهران همزمان که من رسیدم تهران رفتم در خونه اینا پستچی هم رسید یک نامه داد گفت خانم باقستانی گفتم بله ما دامادشونم نامه رو داد به ما تمام چیزایی که به ما تو مشهد گفته بودن عکسشو با یک سری چیزای اضافه گفته بودن به این خانم که یعنی این معتاده نمیدونم این خانم بازه نمیدونم این عرق خور و پر یک چیزای وحشتناک که نامش هم آخر سر دختر شما از تو خونه ما بلند کرد گفت مادر من با اینا که مادر شوهرم و خاله شوهرم میشن دخترم بعد مامانم همیشه بچه میگفت اینا اهلش بودن یعنی خاله جلو خودش دارم مادر خاله هم بود اهل داجادو بودن یعنی کلن خانوادگی اهلش من زمانی که میرفت از خالتون دیگه صد درست میشم خار شوهرم هم اهلش هم خار شوهرم هم که چند ماه پیش اومده بود خودش که من تمام دانویسه رو میشناسم گفتم اصلا اعتقاد ندارم واقعا هم ندارم حتی من از مرخصی سربازی میرفتم مادرم میابرد زمانی که میخواستم برگردم بیام از مرخصی سه تا کاغذ میابرد جلوی من میذاشت توی راه رو آتیش میزد میگه از روی اینا رد شو میگم اینا چیه؟ میگم اینا مال سلامتیه من اصلا قبول نشم ولی خب روی حساب احترامی که بهش میذاشتم گفتم باشه من رد میشم رد میشدم واسه اینه که میگم اینا و مطمئنم اینا تو این کارا دست داشتن اینا که دارید میگید و صد دست داشت. شما از موقعی که خواهرشون دیگه نیومد بهتر شدید؟ آره اصلا طراحی نمیکردم الان طراحی میکنم چون از تحصیلم گرفته بودنش و اصلا تقصیر ما نبود همیشه به این که من تحصیل کردم و حالا جای مختلفی رفتم خیلی چیز داشت ولی واقعا ما باهاش چوری رفت یعنی مهربانانه برای همین خیلی ناراحت شدم پسرم پزشکی تهران باید قبول میشه یعنی پسر من یکی از بهترین شاگردای منطقه بود ولی یه سال کنکور افسردگی شدید گرفت اصلا نمیدونم چرا اینقدر اینش اتفاقات برخواهی خواهر خود ما گیر میداد که بره تو اتاق این خانم شب با دخترش تنها بخوابه میگو ما اونجا بابا همیشه میومد اینجا میخوابید اینجا یک مدت گیر داده بود میرفت تو اتاق این تنها بخوابه نمیدونم دختر میگو دخترش اسم دخترش هم یادم حالا میگفتش که آره میگفت این باید شبا پلون میشه نمیدونم معذرت میخوام ما باید نمیتونم آزاد بشه آره. گیر داده بود میرفت تو اتاق این بعد یک مدت گیر داده بود باز میرفت تو اتاق پسرم که شبا با دخترش تنها اونجا بعد دیگه نخوابیده بعد چند وقت اومد همونجور که شنیدید امیر خواهرش اومده این کارو براش کرده یعنی اومده توی اتاق و گفته میخوام تنها باشم توی این اتاق میخوام با بچه‌م تنها باشم توی این اتاق این که خواهرشه همیشه گفتم دقت کنید اگه غریبه میاد توی خونتون به هیچ عنوان تنها نذارید اگه اعتماد ندارید و فکر میکنید که اون غریبه قراره براتون دعایی تلسمی چیزی بیاره چون اون غریبه داره حرف یه دعانویسو گوش میده که بهش گفته ببر این دعا رو زیر فرش زیر موب زیر پتو زیر یه جایی زیر پشت پرده پشت چراغ قایمش کن که بتونه اثرگذاریش بیشتر بشه و اثرگذاریش شروع بشه از اون زمان آره این بود که یک مدت گیر داده بود میرم تو اتاق ایشون و تو اتاق پسرم که اونجا بخوابم توی این خونه دیدید؟ چیزی دیدی؟ آره من دیدم ببین من همین الان هم که اینجا نشستم یک دفعی مثلا جسم سیاهی مثل مارمولک یا مثلا مثل چطوری به تو میگم حیوانه چیز این قلقی میام جلو رد میام اصلا میبینم قشنگ داره رد میشه دقیقا مثل بقیه دقیقا همینجوری با گوشه چشم میبینم من تا چند وقت پیشتم حتی بهتون گفتم واقعا آدم ها رو سیاه خاکستری میبینم یعنی آدم هایی که مثلا احساس کنم خوبم خاکستری حاله دورشون رو میبینید آره
آره به خدا میگم. واسه حالت مدیومی دارید. آره. نیازی نیست بگید به خدا من چیکار میکنم. من حتی این خجالم هست. از جلوم رد میشن. قشنگ رد میشن. نمیدونم یک دفعه یکی اینجا رفت اونجا. از اونجا یکی اینطوری اونم. قشنگ میبینم اینا رو. ولی بعد مثلا دیگه عادت کردم به این قرآنی که من اینجا گذاشته بودم این به خاطر اینکه من دائم اون وقتک میافتاد. هر روز شب بهتر شد. اینجا میخوابید؟ آره من اینجا میخوابم. آره. تمام سسون اصلا این بشر سسون من از این رو به اون رو شد. هیچ خیلی رابطه عمیقی داشتن. فکر کنم شامل فکر اینا هم چنان نام زدن الله. صداهای اون رو گفت مثل صدای عجیب غریبیه که ما همیشه اذیت میکنیم میخندیم میگیم خرس یعنی خروپوف نیست دای صورت ناله توریه. بعد اگه باشه توی اسمت باکس ما میاد. دو شب اون صدا قشنگ مسخره میکنه از اینجا. میاد بالا با صدای کلو حتی کنسلش کن چرت و پرت میگه کی گفتم بهتون که قبل اینکه بیام بهتون گفتم که اگه رو ننوشته بودی رو راست من کنسل کرده بودم چون تا سرشم هم میگه ده تا فرام گفت حق نریم کار رو بکنیم من میذارم میرم بذار تا اینگه پرت مشخص شه با این برنامه من دقیقا قبل اینکه بیام بیشتر خانواده هم میگم قبل اینکه بیام دو سه روز قبل اینکه بیام همشون اینجوری هن که حتی 20% هم اصلا کنسل کردن یعنی مثلا یه ساعت مونده برم پیششون کنسل کردن این صدایی که میگید مثل خرسه از سوی در دیوار میاد نه صحبت رو میگم بابامو میگم صدای ناله وحشت نا تشنج وحشت ناله های باباتون این صدا رو در میاره اصلا صداهایی که انگار یکی دیگه است این نیست ما همیشه میگیم بابا توی جهان دیگه زن و بچه دارن اصلا خوب نمیخوابه خوب نمیخوابه نه خیلی بد میخوابه دانش کنه خواب راحت نداری نه من امشب اینجا رفتم خوابتون رو به من بگید بعد با هم دیگه دعواتون زیاد میشه خیلی بد وقت دارم خود خفش کنم ببینید همینو من پشت تلفن به شما نگفتم چرا که دعواتون یه سری دعوا میدونم یه سری دعوا هست که وقتی بحث شروع میشه دعوای زن و شوهریه تمام میشه میره ولی یه سری دعوا هست انگار یه چیزی میاد سرتون رو میگیره میخواد فشار بده یا میخوای طرف مقابلتو بگیری بزنی میخوای سرشو بگیری بکنی تو دیوار این دعوای معمولی نیست کسی که همچین جوریه برمیگید قبلا رابطهشون عاشقانه بوده اوکی بوده و الان به این درجه از عصبانیت میرسه این وجود همون چیزی که میگید دعا و تلسم من فکرم این تو این دو سه ساله خیلی اینجوری شده ببینم منم به راستش ما خدا پدر شوهرم بیشتر سم شک دارم خدا پدر داداش همون بیام اون روزی که شما رو میگیره شما رو با ما معرفی از این دیگه من کاره شدم واسه من اینو کارماش اتفاقا باید بداشت آخه کارماش آخه خیلی به ازا کنیم آخه نظر من بخورم زمین که خوشبخت میشه حالا که چی بشه مثلا حسادت خانم حسادت خب حسادت رو هممون داریم یه غریزه است نمیتونیم خب حساد ببینید بعضیا ببینید این حسادت درسته منم دارم خب بعضیا حسادت انقدر بهشون فشار میاره میرن این کارو میکنن شما گفتید کارما اتفاقا کارما بسیار شدیدی داره یعنی زندگیشون به یه جا میرسه نابود میشه زندگیشون میگیره به اسم خوب بیچارتون میکنه من اینی که دارم بهتون میگم تجربی میگم خودم گرفتم دو روز بعد چنان دعوای خونینی تو خونه ما انجام شد نزدیک بود به پاشونده شدن خونه و زندگی حتی به مرگ من داشت نزدیک میشد که متوجه شدم از اون دعاییه که 4 میلیون پولشو دادم که خوب بشه رزق و روزی بیاد تو زندگی ولی وقتی اومد تو زندگیم 2 روز نکشید نابود شدم و سریعا باطلش کردم از بینش بردم و زندگی با آرامش برگشت یعنی اینو من تجربی دارم بهتون میگم تجربه پیش خانواده های دیگه رفتنه من سال متوجه شدم بخاطر اینکه اولا هم از خودم هم بچه هم چون کلن آدم های من که خودم آدم کاریه یعنی کلن تموم رو اهل کارم مثلا به میگه برو بیل بزن مثلا کار آر نمیدونم چون من میگم کار یه چیزی واسه انسان خیلی خوبه کار همه چی به وجود میاد بچه هم همینجور هم کاری هم هنرمندن ولی اینکه روزی تو زندگی اون کمه و اینکه این شوهر من خیلی انسان خوبی بوده همیشه بعد قلبشون خیلی مهربون بود ولی این اعتقاد من میگفتم ببین من یکی از مشتریام چون شوهر خاله‌شون از این استادای خوبه از این استادای قویه
آقای فامیلشان نیازی نیست. خیلی قدیمی که اصلا خوب. بعد اون ازش پرسیدم گفت آقای مثلا فلانی دقیقا به من چند سال فوت کردن البته میگفتم حیف شد فوت کرد ولی میگفت نمیتونی هر جا بیری اون همیشه میگفت همه کارشون درست نیست یعنی نریم جایی. شما قرآن میتونی بخونی؟ نه نه قرآن میخونی حالا چطور میشه؟ ببین نماز و قرآن نمیتونم بخونم قرآن نگاه میکنم حالا بد میشه نماز میخونم اصلا ایشون امکان داره تو بدنش باشه ایشون تو بدنش امکان من نماز رو میخونم بعد از اینکه نمازم تموم میشه من یه چیزی براتون میذارم من هر خانواده‌ای که میرم این دعای پاکسازی رو براشون میذارم بیشتر یا عکس العملی ندارن چون توی بدنشون نیست و اینم استاد عزیزم بهم آموزش داده که این دعا رو بهم داده و موقعی که برای کسی که توی بدنش جن هست اینو پلی کنم شروع میکنه به عکس العمل نشون دادن همون جور که امیر الان عکس العمل نشون میده و میگه قطعش کن نمیخوام گوش بدم یهو قاطی میکنه بدنش به شدت صفر میشه و کلن صداش عوض میشه. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الملامين أما بعد شما اگه سردرد گرفتید حالا تعب گرفتید خارش بدن گرفتید بهم بگید هر چی تو ذهنت میرسه بگید این رو بسه میشه و دفع الضر عنه اطلعت على ما روی فيها في كتب شتى خارشش وهذه الآيات تتحرك وتخرجه وتبقى عنه كيد الإنس والجن والسحر والعين والنظرة والهم والغم والمنع والوساوس والتخيلات والأحلام والكوابيس والعلن والأمراض 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 والوحوش والسباع والهم بشيء يصيب الإنسان بيا بنا عين بدأ دهنش عين بدأ يا نتوى الصوت بدأ تنزل صبح برات اینو میذارم یه ساعت دیگه بیارم بیا بیرون و حق همین قرآن بیا بیرون این بدن بیا بیرون این بدن بیا بیرون قدرتت نمیرسه بیا بیرون اسمشو بگو عطب. کی؟ اسمشو بگو بعد اینکه بیای بیرون اسمشو بگو اسمشو بگو خانواده ای من این کار رو انجام میدم چون بسیار بسیار برای خودم خطرناکه و بسیار بسیار انرژی سنگینی داره موقعی که
امیر توی بغل منه نمیدونید چه استرسی داره و اینکه بدنش چقدر سفت شده و باید اون بدن رو کنترل کنم. اگه زنش دخترش کنارش بودن یا میزدشون یا دستش رو پرتاب میکرد یا فحش میداد. استان و رفقا قسمت بعد با هم دیگه میبینیم که با اجنه کامل ارتباط گرفتیم، صحبت کردن، اسمشون رو گفتن، قبیلهشون رو گفتن و گفتن برای چی توی این خونه اومدن. به هیچ عنوان قسمت بعد از دست ندید که فوق العاده ترسناک و عجیب غریبه.